سلام و عرض ادب و احترام، خوش اومدید به کانال منحرفان شریف. لطفاً برای جواد کاظمیان عزیز دعا کنید. متاسفانه جواد کاظمیان هم کرونا گرفته، در این وضعیت عجیب و غریبی که پیش اومده و روزانه تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون دارن فوت میکنن، جواد کاظمیان هم کرونا گرفته و این در صورتیه که خودش گفته من در ماهای اخیر اغلب مواقع در قرنطینه بودم و گفته نمیدونم چرا کرونا گرفتم. کاظمیان وضعیت عمومی خوبی داره فعلا و در قرنطینه قرار گرفته و باید دید در روزهای آینده وضعیت بیماریش به چه شکلی خواهد بود. او همچنین تحت نظر پزشک قرار داره تا در صورت پیشروی ویروس تمهیدات لازم برای بهبودیش انجام بشه. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس هم در یک استوری گفته جواد عزیز، برات آرزوی سلامتی دارم، خیلی مواظب خودت باش، قوی باش پسر. در ادامه توجه شما رو به بیوگرافی جواد کاظمیان جلب میکنم، همچنین ماجرای کلاهبرداری که ازش شد و کامنت مهرداد میناوند، همچنین ماجرای ممنوع التصویریش و عاشق شدنش. خیلی ممنون میشم اگر از پایین این ویدیو رو لایک بکنید، چون به من انگیزه بسیار زیادی میده برای ساخت ویدیوهای بعدی و کمک بزرگی به من میکنه. همچنین اگر هنوز توی کانال عضو نشدید، با زدن دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن میتونید عضو کانال بشید. خیلی ممنون. جواد کاظمیان متولد 3 اردیبهشت 1360 در کاشان، بازیکن فوتبال ایران است. دیپلم ادبیات دارد، یک خواهر کوچکتر از خود دارد و میگوید اردیبهشتی‌ها یک رنگ هستند. از باشگاه‌هایی که جواد کاظمیان در آنها بازی کرده، میتوان به باشگاه فوتبال سایه‌پای تهران، باشگاه فوتبال شباب الاهلی امارات، پرسپولیس تهران، الشباب امارات، سپاهان اصفهان و تراکتور و سبای قم اشاره کرد. خودش گفته من وقتی 6 سالم بود یک رادیو داشتم و از اون طریق عاشق پرسپولیس شدم و اولین باری که عاشق شدم اونجا بود و تا حدود 17 سالگی همه جا فوتبال بازی می‌کردم و همه تشویقم می‌کردن، تا اینکه سال 77 یکی از اقوام ما از تهران به کاشان اومدن و بازی من رو دیدن و من گفتم که می‌خوام به پرسپولیس برم و من رو همراه خودش آورد و در یک تیم تست دادم و قبول شدم و فوتبال رو از تیم خوب شروع کردم. پدرم وقتی من بچه بودم و میخواستم کفش یا چیزی بخرم خیلی غر میزد و میگفت فوتبال نون و آب نمیشه، اما وقتی فوتبالم گل کرد راضی شد و من حمایت زیادی از سمت خانواده به خصوص پدر بزرگ و مادرم داشتم و شوهر خواهرم اولین بار با من به استادیوم اومد و من رو حمایت کرد. سال 77 اولین بازی من در لیگ آزادگان و مقابل سپاهان بود و این بازی قرار بود در کاشان برگزار بشه و من 2 از عموهام و پدرم رو به استادیوم آوردم و قبل از بازی قرآن خوانده میشد و کسی نبود که قرآن بخواند و پدر من که قاری قرآن بود را دعوت کردند و فکر میکنم 20 دقیقه پدرم سوره الرحمن را خواند و من اتفاقا در آن بازی هم گل زدم. کاظمیان از سال 1378 با تیم زیر 20 سال وارد تیم ملی شد و سال 89 با تیم بزرگ سالان با 44 بازی و 4 گل آخرین روزهای خود در تیم ملی را سپری کرد. خودش گفته من فوتبال رو 32 سالگی کنار گذاشتم. اگرچه میتونستم باز هم بازی کنم، اما به نظرم تا حدود 34 خوب است و کنار گذاشتن فوتبال برای یک فوتبالیست یعنی مرگ و من از فوتبالیست های دیگه شنیده بودم که خیلی سخت است و واقعا یکی 2 سال اول افسردگی سراغ آدم میآید و من با ورزش توانستم خیلی چیزها را کنترل کنم. جواد مدت‌ها با حمایت پدرش در کار ساخت و ساز و بساز و بفروش فعالیت می‌کرد، اما حالا زیاد درگیر کارهای اقتصادی نیست و می‌گوید از جیب می‌خورم. می‌گویند در دوران حضورش در امارات ثروت خوبی به جیب زد. خودش گفته من آدم خیلی احساساتی بودم تا اینکه سال 82 یک اتفاق در زندگیم افتاد و برادر 20 ساله ام مهدی کاظمیان که از من 2 سال کوچکتر بود فوت کرد و از بعد این ماجرا دیگر خیلی احساساتی نیستم. زیدان یکی از بهترین هاست که هم بازیکن خوبی بود و هم سرمربی خوبی است و من خیلی زیدان را دوست دارم.
وضعیت ازدواج و همسر جواد کاظمیان. او مجرد است و میگوید قسمت نشده ازدواج کنم، ولی همیشه دوست داشتم که ازدواج کنم و در واقع بعد از آن اتفاق که برای برادرم افتاد، پدرم خیلی دوست دارد که پسر من را که فامیل کاظمیان دارد ببیند و خودم هم منتظرم پسرم را ببینم، ولی واقعا معنی عاشق شدن را تا به حال نفهمیدم و به نظرم عشق در کتاب هاست و الان من نزدیک 40 سالگی هستم و ایمان مبعلی همسن من هست ولی 3 تا بچه دارد و من واقعا عشق میکنم با دیدن آنها. من کنار خانواده هم زندگی میکنم. جواد کاظمیان و مونیکا بلوچی میگوید یک بار عاشق شدم. از 17 سالگی عاشق مونیکا بلوچی شدم چون زیباترین و جذابترین زن دنیاست. حالا این عشق به گوش مونیکا بلوچی هم رسیده است. در یکی از پست‌های اینستاگرام کاظمیان شعری با عکس مونیکا بلوچی را پست کرد. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دو تاست، به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت هاست. این پستیه که جواد کاظمیان در مورد مونیکا بلوچی گذاشت با عکس مونیکا بلوچی و خیلی جالبه که مونیکا بلوچی هم نوشته تنکیو با قلب. خانوم بلوچی متولد 8 مهر 1343 هست و 2 بار ازدواج کرده و طلاق داشته و الان مجرده. 17 سال از جواد کاظمیان هم بزرگتره. ماجرای پاس گلی که جواد کاظمیان به علی دایی نداد. خودش گفته در بازی ایران و اردن باید اردن رو حتما می بردیم. من دقیقه 70 اومدم تو زمین و زدم تو سر توپ، ولی به خدا علی دایی رو ندیدم و به علی کریمی پاس دادم و این داستان شد. ولی به خدا علی دایی را چون سرم پایین بود ندیدم و به خاطر دوستی که با علی کریمی داشتم داستانهایی پیش اومد و وقتی گل دوم را علی دایی زد من به بغلش پریدم و همانجا گفت چرا اون پاس گل رو به من ندادی؟ جواد کاظمیان در یک استوری گفته بود اولین تجربه بازیگری اونم با سیبیل. اما چند ماه بعد استوری کرد تو 40 سالگی ممنوع تصویر هم شدیم. حالا انگار من 24 تلویزیون بودم. من تصویرمو تو این دنیا هم به زور تحمل میکنم. در یک پست اینستاگرامی دیگه هم یه بار نوشته بود مخاطب خاص به موقع کلاهبرداریتون رو میکنم. اندکی صبر. که حسین بادامکی نوشته بود نبینم ناراحت باشی داداش و جالب مهرداد میناوند هم نوشته بود نبینم ناراحتی تو خوش قلب. جاش خالی مهرداد میناوند و همینطور علی انصاریان. امیدوارم که جواد کاظمیان حالش خوب بشه و ما داغ نبینیم دیگه. خیلی سخت شده این وضعیت و امیدواریم هرچه سریعتر بهتر بشه اوضاع کشورمون و همینطور دنیا. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو لایک بکنید من خیلی انگیزه میگیرم و کمک بزرگی به من کردید و من خیلی ممنون شما هستم. همین الان اگر روی لوگوی منحرفان شریف هم کلیک کنید میتونید عضو کانال بشید. خیلی ممنونم. آرزوی سلامتی برای شما و خانواده عزیزتون دارم. خدا نگهدار.